کامران متین استاد روابط بین الملل در دانشگاه ساسکس از برایتون با ما همراه میشن. آقای متین، با توجه به گزارشی که چند روز پیش منتشر شده بود از اینکه جمهوری اسلامی غنی‌سازی رو تا چه حد پیش برده، فکر میکنیم باید منتظر چه گزارشی از طرف گروسی باشیم؟ خب خیلی بستگی به این داره که توضیح طرف ایرانی شاید برای هیئت آژانس آقای گروسی قانع کننده هست در رابطه با منشأ این میزان از اورانیوم تا سطح 84% غنی شده که بسیار به اون مثل آستانه استفاده برای تولید سلاح هسته‌ای خیلی خیلی نزدیک است. در این حال از اون ذرات اورانیوم غنی شده‌ای که در سه محل اعلام نشده پیدا شده بودند در 2019، جمهوری اسلامی هنوز در رابطه با اونها هم توضیحات قانع کننده ای به آژانس نداده. و با توجه به اینکه اجلاس شورای حکام هم دوشنبه قرار تشکیل بشه، به نظر میرسه که همون الگوی معمول هست که ایران درست قبل از تشکیل همچین جلساتی سعی میکنه که اطمینان خاطر آژانس رو تا اونجایی که به اصطلاح ممکن هست که باعث بشه شورای حکام قطعنامه علیه ایران صادر نکنه به دست بیارن، ولی بعد در اون فاصله تا شروع جلسه بعدی دوباره به یه سری کارهای به اصطلاح تخطی هاشون از تعهدات اتمیشون ادامه میدن. فکر میکنیم پس شورای حکام قطعنامه ای صادر نخواهد کرد؟ فکر میکنیم جمهوری اسلامی میتونه نظر گروسی و آژانس رو جلب بکنه؟ بستگی داره واقعا، چون تا الان که در این کنفرانس های مطبوعاتی هیچ چیز خیلی انضمامی در مورد اینکه ایران دقیقاً چی کار کرد یا چی گفته رو طرفین اعلام نکردن، فقط از عبارات کلی در مورد مذاکرات سازنده صحبت شده. در کنفرانس مطبوعاتی وین شاید ما چیز بیشتری دستگیرمون بیاد از اینکه آقای گروسی واقعا چه چیزی شنیده از طرف ایرانی. از اون طرف در شورای حکام هم برخلاف آنچه که بر اساس روابط ایران و غرب آدم انتظار داره، ظاهرا اروپایی‌ها بیشتر متمایل به صدور قطعنامه هستند، در حالی که واشنگتن یعنی آمریکا محتاطانه‌تر گویا خواسته عمل بکنه و گفتن که باید تا به اصطلاح گرفتن گزارش کامل آقای گروسی صبر بکنیم و بعد تصمیم بگیریم در مورد صدور قطعنامه. ولی در هر صورت در طول این اجلاس شورای حکام معلوم خواهد شد که چقدر ایران تونسته آژانس رو قانع بکنه درباره منشأ این ذرات غنی شده اورانیوم که تا سطح 84% بوده. اما الان این خبر هم اومد که کنفرانس خبریش با تأخیر برگزار خواهد شد، مشخص نیست چه ساعتی. اما آقای متین، توی صحبت‌هایی که کرده گروسی مشخصا به حمله نظامی اشاره کرده، هرچند محکومش کرده، فکر می‌کنی یعنی این خطر رو احساس کرده که ممکنه حمله به تأسیسات اتمی ایران شکل بگیره؟ به نظر میرسه این بیشتر اشاره داشته به اون انفجارات و خرابکاری‌هایی که در حسات هسته ایران رخ داده و معمولاً جمهوری اسلامی از آژانس انتقاد کرده که در رابطه با این گونه حملات که اغلب هم به منشأ خارجی منصوب میشن به خصوص اسرائیل، موضعی نمیگیره. به نظر میرسه این محکوم کردن بیشتر از طرف آقای گروسی به این معنا بوده که نشون بده آژانس در واقع بی‌طرفه و مخالف استفاده از راهکارهای به اصطلاح برای قوانین بین‌المللی در رابطه با برنامه هسته‌ای ایران هست. ولی خب میدونیم که همزمان رایزنی های بسیاری بین آمریکا و اسرائیل در سطوح مختلف در جریان هست در رابطه با برنامه هستی ایران، و حتما جمهوری اسلامی هم به نوبه خودش نگران این هست که در صورت صدور قطعنامه علیه ایران در شورای حکام زمینه قانونی برای به اصطلاح گرایش به راحل های غیر از راحل هایی که در چارچوب آژانس ممکن هست بیشتر بشه در سطح کشورهای غربی. اشاره کردین به گفتگوهایی که ادامه داره بین اسرائیل و آمریکا. فکر میکنین در صورت حمله احتمالی اسرائیل، آمریکا همراهی خواهد کرد با اسرائیل؟ من بعید میدونم که اسرائیل بدون چراغ سبز آمریکا دست به این کار بزنه. هرچند مقامات اسرائیلی هیچ وقت این رو به اصطلاح منتفی ندونستن، تحت شرایطی که اگه حتی آمریکا هم عمل نکنه اونا عمل خواهند کرد. اما به نظر میرسه اون هواپیماهای سوخت‌رسان خاصی که لازم هست، بعضی از سلاحایی که باید برای همچین حمله در دست باشه، هنوز از سوی شرکت‌های آمریکایی به اسرائیل داده نشده. و در این حال خب گزارشات متعدد دیگری هم داری داشتیم از رابطه با مذاکرات پنهان ایران و آمریکا بر سر تبادل زندانیان در مورد اون دادگاه بلژیک که زمینه استرداد بمب‌گذار دیپلمات ایرانی رو داره فراهم می‌کنه. همه اینا نشون میده ظاهراً در خفا یک سری مذاکرات هم هست. شاید طرفین فکر میکنن ترکیب این فشار آژانس و فشار رایزنی های اسرائیل و آمریکا و فشار از داخل طبیعتاً در ایران جمهوری اسلامی رو سوق بده به اصطلاح احیای برجام تحت شرایطی که بالاخره آمریکا و غرب براشون ممکن است بپذیرن.
و هر چقدر به نوروز نزدیکتر میشیم به نظر میرسه که اگر چنین چیزی در حال جریان باشه ممکنه نتیجهش معین بشه و جمهوری اسلامی بخواد که به نوعی فشار اقتصادی رو از خودش کم کنه با موافقت با احیای برجام به شکلی که قبلا موافقت نمی‌کرده. سپاسگزارم از شما کامران متین، استاد روابط بین‌الملل در دانشگاه ساسکس از برایتون.